سلام، وقتان بخیر. به سومین گزارش امروز صبح زندگی خوش آمدین. ما به شهر نو کابل آمدیم و خبر شدیم که یک نمایشگاه برگزار شده. این نمایشگاه هم فکر میکنم به نام قدرت زن است. اما خوب است کسانی که اینجا اشتراک کردن، از خود از اینا میپرسیم که نمایشگاه به دلیل چی است و چه چیزا آورده شده به خاطر نمایش گذاشتن. اما دیده میشه آنچه که ساخته دست خانم هاست بیشتر اینجا آورده شده و به نمایش گذاشته شده. ابرو یکی از کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کرده و یکی چی آورده معرفی میشیم. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر. معرفی بکنید نامتان. نصیر احمد آریان هستم، یکی از اشتراک کنندگان نمایشگاه. بسیار خوب، چی آوردین شما؟ ما زعفران آوردیم. زعفران هرات هم هست؟ بله، کاملا زعفران 100% طبیعی و تولید وطن خود ما و شما از هرات است. آمدیم به نمایشگاه، امیدواریم که نمایشگاه. امروز روز اول است؟ بله. هنوز افتتاح هم نشد؟ هنوز افتتاح نشد، انشالله تا یک ساعت دیگه افتتاحی داره. برای چند روز است این نمایشگاه؟ نمایشگاه برای 4 روز است که از تاریخ 15 تا 18 است. بسیار خوب، تحت نام؟ تحت نام قدرت زن. فکر میکنم در سال روان برای دومین بار است که قدرت زن برگزار میشه. فکر میکنم این قسمت است، بله، چون ما به نمایشگاه قبلی قدرت زن حضور نداشتیم. بسیار تشکر امیل از برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا. هر کس که ما را میبینن پس اونا آگاه شوند، اگر میخواین که به این نمایشگاه اشتراک بکنن امیل از عجله بکنن بیاین، برای 4 روز است. بله، کاملا یک نمایشگاه بسیار خوب و جالبی است. از تمام کسانی که علاقمند هستن ما میطلبیم که بیایم. بر علاوه زعفران محصولات بسیار زیاد دیگری در اینجا موجود هست، میتونن دیدن بکنن. اگر دوست داشتن تاجرا باشن، قرارداد بکنن با کدام کمپانی، و اگر لااقل دیدن بیان، انتظار حضور اونا را داریم. بسیار تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. بیننده سومین گزارش ما به گونه کاملا زنده از شهر نو کابل هستیم. ببینم او خانما اجازه دارن با ما گپ بزنن یا نه. سلام، میشه یک کمی طرفتر بیاین امرای ما صحبت کنین؟ صبحتان بخیر. تشکر، صبح شما بخیر. امیل عزه از برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا، ما شما را زنده میبینن، میفهمن که بخی زنده هستم. این شورا میفرین خدا معرفی کنین. سلامت باشین. امی الهه هاشمی هستم، رئیس شرکت تجارتی. بسیار خوب، چی دارین شما در شرکت؟ در شرکت ما تولید اصلی ما زعفران است و دوم عسل داریم و همچنان میوه خشک، که میوه خشک ما چهارمغز است و جلغوزه و عناب است. عناب که محصول کمتر شناخته شده از ولایت فرا، که عناب با کیفیت در کابل. کلش وطنی است. کلش وطنی است. اصلا همین شعار مایی است که ما از محصولات وطنی استفاده بکنیم. از بدخشان، پکتیا، فرا و هرات محصولات ما هستند. خیلی خوب. فکر میکنین که تاثیر مثبت خود گذاشت چنین برگزار شدن چنین نمایشگاه؟ 100%، چون این اولین بار نیه که ما نمایشگاه شرکت میکنیم و در نمایشگاه های دیگه هم که اشتراک کردیم، یعنی واقعا یک جو مثبت بوده و از نظر هم فروشات، بازاریابی، مارکتینگ و کل چیز که ما علاقمند هستیم که نمایشگاه دیگه هم که برگزار میشه هر دفعه بیشتر و بیشتر اشتراک کنیم. البته اینجا پول میتین. بله، خب من فکر میکنم هیچ چیز رایگان به دست نمیایه. ما در تخمینا چند متر جای گرفتین؟ جای حساب نکردم، ولی فکر میکنم 6 متر یا 4 متر تقریبا. چقدر پول باید پرداخت کنین برای 4 روز؟ دیگه ای که از 4000 افغانی از ما گرفتن، ولی در حقیقت هزینه ازو بسیار بیشتر از این میشه. ولی به خاطر کمک کی برگزار شده؟ کمک دفتر پروموت WIE و کمک او برگزار شده. ما فقط 4000 میدیم که او 4000 هم هزینه اصلا این نمایشگاه برای خانم هاست. در حقیقت برای خانم ها هست، اما من یک انتقادی را که دارم این است که مردان در خانم ها خود زدن بود. مرد ها را کار ندارم. رئیس شرکت اگر مرد باشه نباید در نمایشگاهی که مربوط خانم هاست اشتراک بکنه. شاید کسی فروشنده اش مرد باشه، من مشکل ندارم، اما اگر رئیس شرکت مرد باشه خوب نیست که در نمایشگاهی که نام از او قدرت زن هست اونا بخوان. قدرت مردان بیا اینجا تجربه شه. مرد بیا خودم اینجا نشان بیشتر خواسته باشه نشان بده. ولی بسیار تشکر از شما. سلامت باشین، زنده باشین. بیننده گزارش شما کاملا زنده از برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا هستن. خب امروی از اینی جانم گپ میزنیم کمی، به خاطر که اینا لطف کردن به ما اجازه دادن تا ما دستگاه لایف خود اینجا بگذاریم. سلام، صبحتان بخیر. سلام، خوب هستین انشاءالله. تشکر. نام شما؟ محمد راهد امین. راهد جان، شما چه چیز آوردین؟ ما زعفران آوردیم و عسل آوردیم که تمام تولیدات وطن خود ما. زعفران از هرات آوردیم و عسل از جلال آباد آوردیم. عسل جلال آباد؟ بله. خیلی خوب. اما نام نمایشگاه قدرت زن است.
بله قدرت زن است. شما مردا چرا اومدین؟ خب به خاطر از اینکه بتونیم در پلی زنا استفاده شیم و همو پنجای در پنجای کس همو رو حفظ بکنیم از اون خاطر. بسیار تشکر از شما. خواهش میکنم. زنده باشید. خوش خدافظ. بیننده گزارش ما به گونه کاملا زنده از شهر نو کابل از داخل یکی از نمایشگاه ها هستیم. نمایشگاه جریان داره برای 4 روز. شما تا 4 روز دیگه فرصت دارین تا بیاین به این نمایشگاه بپیوندین و از این نمایشگاه دیدن بکنین، قرارداد بکنین و یا از این نمایشگاه چیز بخرین. میخواین برین به طرف استودیو صبح زندگی یا اینجا چند نفر خانم کس همراهشون صحبت بکنیم؟ من میبینم شما چی میگین، دل شما چی میخواه؟ صحبت کنیم همراهشون؟ خب وقتی که وقت نداریم میریم به طرف استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا. فراموش نکنین که برنامه ما تا ساعت 10 به گونه کاملا زنده از داخل استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا ادامه داره. اما اگر میخواین امی گزارش های ما را به گونه تکرارش ببینین، پس از 11 امروز به وقت افغانستان از طریق چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا و از طریق چینل یوتیوب هماین افغان بیننده باشین. وقت خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.